249 کدام گزینه درست است؟ 1. روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی برخلاف روند تغییرات خصلت فلزی است. شعاع اتمی از بالا به پایین زیاد میشه، خصلت فلزی هم زیاد میشه. برخلاف نیست، بمانند. از بالا به پایین که شعاع زیاد بشه، خصلت فلزی زیاد بشه، پس بمانند. این که نادرست. بعدی، عنصر دارای کوچکترین شعاع اتمی یعنی هیدروژن، کمترین شعاع اتمی، فعالترین نافلز، فلوره. چرت نگو، این غلطه، اینم غلطه. بعدی، اختلاف شعاع اتمی گوگرد و کلور بیشتر از اختلاف شعاع اتمی سدیم و منیزیم. میدونین کدومه؟ یه جدول کشیده توی تناوب، یه جدول از این جدول شطرنجی ها واسه تون کشیده تو کتاب درسی. خب برید اون رو نگاه بکنید، هر چقدر شما به سمت چپ یعنی فلزات باشید اختلافاتون بیشتره، هر چقدر به سمت راست میرید اختلافاتون کمتر میشه. یعنی گوگرد و کلور که سمت راست جدول هستن اختلاف شعاعشون کمتره تا نسبت به این دوتا که سمت چپ فلزن. میگه اختلاف، شعاع اتمی بین این دوتا بیشتر از اینه. من میگم برید این جدوله رو پیدا بکنید که اینجا شعاع اتمی رو توی یه تناوب مشخص کرده، هر چقدر از چپ به راست بیای روند کاهشیه اما اختلافاش داره کمتر میشه، پس این باید کمتر باشه. پس شک نکن جواب گزینه 4 چی میگه؟ شدت واکنش سدیم با کلور از شدت واکنش سدیم با فلور کمتره. بله، سدیمش که ثابته، واکنش پذیری فلور نسبت به کلور بیشتره دیگه، پس واکنش دادن سدیم با فلور، سدیم با کلور این نسبت به این فعالیتش کمتر میشه. جوابتون گزینه 4، این دو پارت رو باید مقایسه میکرد.